سلام رفقا، مخلصم، خوش برگشتین دوباره. آقا ملتفت خیلی پرکار شد چند وقت پیشا، که حالا بجز اون دیسترک هایی که شاپور میداد اونا هیچ. قبل اونم که سه تا ترک از چیز شنیدیم، دو تا بود سه تا بود فدای شاپور با هم دیگه داده بودن. الانم سه تا ترک اومده از گروه ملتفت، دو تاش مثل این که فداییه، یه دونش هم شاپور. حالا دیدم کوتاه هم هست، مثلا 2 دقیقه و 20 و 2 دقیقه و 30. گفتم اگه بتونیم ستاشو یه ویدیو کنیم جمعش کنیم بره. آقا بریم سراغ کار. اول فدایی بلندتر اسم ترکشه، اینو با هم دیگه گوش کنیم. لایک ساب کامنت هم که یادتون نمیره. دمتون گم، بریم تو کار. خب چه کاور باحالی داره، خیلی کاور رنگی پنگی و باحالیه، مردم همه دستشون. من وقتی دیدم اومد یه لحظه فکر کردم که فدایی اومده با دیسترک، یعنی اومد که انقدر که پوری بهش میگفت، نمیدونم، به شاپور میگفت برو به رئیست بگو بیاد و اینا، من با فدایی کار دارم. فکر کنم اصلا فدایی اومده حالا مثلا دیست داده به پوری و اینا، ولی وقتی کاور رو دیدم فهمیدم نه، چون کاور، حالا نمیدونم، بعد بریم توشو ببینیم، چون کاور معلومه که فدایی با کار 100% اعتراضی اومده. اوکی بریم تو کار. شاید تیکه میکن داختن و اینا، شاید هم اصلا کاور چیز دیگه است، شعر یه چیز دیگه. اوکی آه بریم تو کارش. و مهدیار. یه عشق آسمونی چند تا جمجمه یه سوراخ، من شک دارم به معجزه موسا. بدنیم یه عشق آسمونی چند تا جمجمه یه سوراخ، من شک دارم به معجزه موسا. حس میکنم شک دارم به معجزه موسا. زد دریا رو باز کرد. داشته که ما همه دیگه میدونیم آقا ملتفت کسی اعتقادی نداره. من شک دارم به معجزه. خیلی فلو باحالی داره، مدل خوندنش خیلی باحاله. بعد مهدیار موسا، حس میکنم سر رفته حوصله بودا، تو گوش گرد نمیره روزه یا روبا. لم دادم تو گوش گرگ نمیره روزه یه روبا. فکر میکنم منظورش از روبا این منبریان که میرن میشینن رو منبر و اینا حرف میزن، اون گرگ هم تشبیه کرده که به آدما، به مردم، میگه این روزه هایی که این روباها تو منبرشون میخونن تو گوش گرگا نمیره، میگه مردم خودشون گرگ شدن. تو گوش گرد نمیره روزه یا یه روبا. لم دادم توی بنز بی کلاس. چقدر باحاله، چه ریتم باحالی داره آهنگش، یعنی به غرت میاره. یا یه روبا. لم دادم توی بنز بی کلاس، بیت و سینه چاکه میلرز شیشه ها، یه کبریت روشنم ولی زیر کاه خودم. احساس میکنم انگار مثلا اینجوری تصور میکنم که مثلا فدایی مثلا شلکس کرده روی یه دونه سیگار هم دستشه و مثلا خونده این شعر رو، میدونی چه حالتی میگم، به مثلا میرسونه که شلکس کرده و از خوش یه سیگار هم روشن کرده و داره میخونه. شها یه کبریت روشنم ولی زیر کاه، خود محمدم ولی بی کتاب، چرا چادر میکشه کاه، خود محمدم ولی بی کتاب. یعنی منم یه پیامبرم ولی کتاب ندارم. چرا چادر میکشن رو کعبه مگه خدا لخته؟ چرا چادر میگه؟ چادر سیاهی که همیشه رو کعبه است. علی بی کتاب. چرا چادر میکشن رو کعبه مگه خدا لخته؟ تو خاکی که شما بمیرین نمیدن کلا قنچه.
که بی محل میدن به ملت آخه دعا مفته، مردم تو پراد بمیرن که شما بشینید پشت پرشه. آره دیگه، بله متاسفانه آقا اشکان، مردم توی پراید میمیرن که یه سری آقازاده با پرشه و تو اروپا و آمریکا و کانادا اشغال کنن. بله تا بودم مردم تو پراد بمیرن که شما بشینید پشت پرشه. بلندتر از برجاتونه بیت رو نگاه کن، بیت مهدی ها رو. پراد بمیرن که شما بشینید پشت پرشه. بلندتر از برجاتونه صدای مردم. بلندتر از برجاتونه صدای مردم. واه صدای مردم. حریف ما نمیشی با کلاش دستو جناب سردو. واه چقدر باحاله، چه مدل خوندن باحالی داره، قشنگ اون حسو میده. مثلا میدونی چی جوری، مثلا هند فری رو بذاری، هدفون رو بذاری، خودت هم به موب مثلا اینو پلی کنی. باشه دستو جناب میدارم حریف ما نمیشی با کلاش دستو جناب سردو. حریف ما نمیشی با کلاش دست دو. بلندتر از برجاتونه صدای مردم. حریف ما نمیشی با کلاش دست دو جناب سردو. گرفت صدای مردمم اون زیر میاد دو جناب سردو. گرفتن با کتاب آسمونی خاکو، ما دو بیت حافظ بسمونه کاکو. دینی ماشینه که با خون پر میکنه باکو، ولی شیطونه همه امام داره آتو. حافظ خیلی جدیده فداییش، خیلی اشکان فداییش جدیده. دستو جناب سردو. گرفتن با کتاب آسمونی خاکو، ما دو بیت حافظ بسمون کاکو. من فکر میکنم یه جوری این احساس، مثلا حالا اینو که شنید بار گفتون، یه بارم توی ترک تهران بود که میگفت تهران فدایی داره شیراز سعدی. من فکر میکنم اشکان فدایی مثلا حافظ و سعدی و این شاعرای قدیمیمون رو مثلا فکر میکنم خیلی شعراشون رو میخونه. بسمونی خاکو، ما دو بیت حافظ بسمون کاکو. دینی ماشینه که با خون پر میکنه باکو، ولی شیطونه همه امام داره آتو. شیطون از همه اماما آتو داره پر میکنه باکو، ولی شیطونه همه امام داره آتو. یه جوری سینه میزنن که انگار با حسین داشتن عکس تکی. طوری هیدر هیدری گفونزی با حسین داشتن عکس تکی. طوری تاریخ تحریف میشه که در میره فنر تخت جمشید. شربت سلواتی ما کلن این ترکش داره، کلن داره به دین و اینجور چیزا حمله میکنه. من ببخشید اگه نمیتونم خیلی در موردش صحبت کنم و اینا، چون حالا من خیلی اونجوری آدم چیزی نیستم مثلا متعصب و فلان و اینا، ولی خب شاید نتونم اینجا یه سری چیزا رو بگم، ببخشید. فهم میکنم خیلی واضح داره میگه، اصلا ایهامی هم توشون خیلی نیست، اصلا یه بار گوش کنی متوجه میشی که چی میگه. ما دمو میگیره ما کل فساد، جوری زخمی میکنیم با نوک مداد که عمیخ طرف برش کارت. اگه جهنم جا نباشه بهش نمیریم، میخوابیم رو پل سرات همیشه صورت دیم پن. اگه جهنم جا نباشه بهش نمیریم، میخوابیم رو پل سرات. اگه جهنم هم نریم بهش جا نباشه جهنم، میخوابیم رو پل سرات. آره کمی طرف برش کارت. اگه جهنم جا نباشه بهش، اگه جهنم جا نباشه ما بهش نمیریم، رو پل صراط میخوابیم به جاش.
زخمی میکنیم با نوک مداد که عمیق تره پرش کارت. اگه جهنم جا نباشه بهش نمیریم، میخوابیم رو پل سرات. همیشه صورت دیم پنهونه مثل نیمه یه تاریک کره ما. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو. تموم. خب بریم بعدیش چیزم شاپور درویش، چه کاور باحالی داره. این هم گوش کنم، به نظرم چون تایماشون کوتاه، زیر اصلا زیر 2 دقیقه و نیمه، این 2 دقیقه و 28، 2 دقیقه و نیم. ستاشو با هم دیگه یه جا گوش کنیم دیگه، اگه موافقید که موافقید. بریم الان سراغ شاپور درویش. صدای شاپور رو این چند وقت خیلی زیاد شنیدیم. تکون میخوره روی بی کله مثل دراویش، خاک خلاف فرو میره توی چش قوانین، جهت ما همیشه برخلاف جریانه. بیتش خیلی باله، این آهنگ زیرش اون یه آوایی که مثلا توی این مجالس دراویش که اگه رفته باشین دیده باشین یه همچین سر و صدا میشنوید. توی آهنگش هم مهدیار استفاده کرده. برو میره توی چش قوانین، جهت ما همیشه برخلاف جریانه، میگی دنبالمونی ولی فکر فراری. تکون میخوره روی بیچله مثل دراویش، خاک خلاف برو میره. آقا هم داره تکون میخوره. فراری. تکون میخوره روی بیچله مثل دراویش، خاک خلاف برو میره توی چش قوانین، جهت ما همیشه خاک خلاف دراویش، خاک خلاف فرو میره توی چش خاک خلاف فرو میره توی چش قوانین. قوانین جهت ما همیشه برخلاف جریانه، میگی دنبالمونی ولی فکر فراری. خلاف کنید که من اومدم توی بازار، دنبال داستان دارم کار واسه ساب کار. قدرت دست کیه داره تازه میشه آشکار، جلو مطربای بی پاداش دارم ساز توی جاساز. داره تازه میشه آشکار، جلو مطربای بی پاداش دارم ساز توی جاساز. جلوی مطربای بی پاداش دارم ساز توی جاساز. اگه یکیشون رو تکیه جا بگیرم، یه شب تیزی حرف میزنه نمیذارم کلاهم قاضی شه. خواستم خلاف نکنم اومدم نویسندشم، یه چی نوشتم واسه سرم گذاشتن جایزه، اما خلاف قانون، خلاف شعرها، خلاف شهر جای چه شعر عجیب غریبی داره، چقدر میدونی خیلی قافیه ها به هم دیگه نمیخوره ولی با معنیه. به نظرم قشنگیش اینه که شاپور داره خوب میخونتش، خوب رپ میکنه. یه آهنگ مهدیار سرم گذاشتن جایزه، شعرش خیلی یه جوری عجیب غریبه، اصلا نظر مثلا چجوری بگم، نظر دستور ادبیاتی خیلی عجیب غریبه. ما خلاف قانون، خلاف شعرا، خلاف شهر جای بیتا هم نگذاشتمشون توی قلاف چرب. من وای نمیستم اون دنیا رو همینجا میسازم، پگه بدخامونی اینجا جهنمه، منم عذابتم. من اون دنیا رو همین تو این دنیا میسازم. خیلی ها معتقدن که بهش و جهنم هم همین دنیاست دیگه. شاپورم منظورش 100% رو همینجا میسازم، پگه بدخامونی اینجا جهنمه، منم عذابتم. تکون میخوره روی بی کله مثل دراویش، خاک خلاف فرو میره توی چش قوانین، جهت ما همیشه برخلاف جریانه، میگی دنبالمونی ولی فکر فراری. تکون میخوره روی بی کله مثل دراویش، خاک خلاف فرو میره توی چش قوانین، جهت ما همیشه برخلاف جریانه، دنبالمونی ولی فکر فراری. حسن صفا هم پرسه میزنم تو هومه کاخ بهم خبر می آخ آقا این حسن صفا رو نیار قوانی، جهت ما همیشه برخلاف جریانه، میگی دنبالمونی ولی فکر فراری. حسن صفا هم پرسه میزنم تو هومه کاخ بهم خبر میرسه مثل لونه زاغ. خوب آقا اسم این حسن صفا رو نیار، الان مشکی قاطی میکنه میادا. آقا مشکی میادا، ما گفتیم با حشاشین و حسن صبا و قلعه علموت و اینجور چیزا شوخی نداره.
فراری. حسن سپا هم پرسه میزنم تو هومه کاخ، بهم خبر میرسه مثل لونه زاخ، خونخارم به پا خفت نکنم با روده گاف. میتونی بنال بینم حالا کی الار بجا تلاش کردم واسه بالایی بمال، سوزه گر شبا لالایی ماست با تنها سخت اون بود آلا چه پارک چیه بهم خبر میرسه مثل لونه زاخ، خونخارم به پا خفت نکنم با روده گاف. میتونی بنال بینم حالا کی الار بجا تلاش کردم واسه بالایی بمال، سوزه گر شبا لالایی ماست با بجای تلاش کردم حالا واسه بالایی بمال دیگاف. میتونی بنال بینم حالا کی الار بجا تلاش کردم واسه بالایی بمال، سوزه گر شبا لالایی ماست با تنها سخت اون بود آلا چه پارک. خوشم با قلم من بلدم آسونه دستگیری، نگو که من هدفم تو بوده پدر نمیرم همش دنبال آگاهی. هم فکر کردین چرا لقبم شاپور زیاده و از میشه پاترول کفخا. آگاهی شاپور گر شبا لالایی ماست با تنها سخت اون بود آلا چه پارک. خوشم با قلم من بلدم آسونه دستگیری، نگو که من هدفم تو بوده پدر نمیرم همش دنبال آگاهی. هم فکر کردین چرا لقبم شاپور من در نمیرم هدفم آگاهیه. دم آسونه دستگیری، نگو که من هدفم تو بوده پدر نمیرم همش دنبال آگاهی. هم فکر کرد همش دنبال آگاهی هم به خاطر چی فکر میکنی اسمم شاپور؟ فکر کنم داستان این آگاهی شاپور منظورش اونه، آگاهی شاپور. خوشم با قلمم بلدم آسونه دستگیری، نگو که من هدفم تو بوده پدر نمیرم همش دنبال آگاهی. هم فکر کردین چرا لقبم شاپور زیاده و از میشه پاترول کف. چرا لقبم شاپوره؟ یعنی اسم شاپور نیست واقعا، لقبشه؟ خودش داره میگه. پس اسمش شاید یه چیز دیگه است، نمیدونم. اگه میدونید لطفا بگید، چون اینجوری که داره میگه لقب شاپوره، اسم شاپور نیست. هدفم تو بوده پدر نمیرم همش دنبال آگاهی. هم فکر کردین چرا لقبم شاپور زیاده و از میشه پاترول کفخاب. جاسازم تو خرخره پر لب مرزم و پاسپورتم را، من اونجا اومدم که قرمز صبح خیس میکنه ما رو دیده هوله. من اونجا اومدم که قرمز صبح لب مرزم و پاسپورتم را، من اونجا اومدم که قرمز صبح خیس میکنه ما رو دیده هوله. ویروس میشم تو سیستمش ببین کارم کده، ما لالیم جلو پولی. ویروس میشم تو سیستمش ببین کارم کده. تو سیستمش ببین کارم کده، ما لالیم جلو پلیس اینا لوده. هیچ وقت نشدم یه لحظه رو رفیقم دو دل توپم پره، تکو میخوره روی بی کله مثل درابیش، خاک خلاف فرو میره توی چش قوانی. جهت ما همیشه برخلاف جریانه، میگی دنبالمونی ولی فکر فراری. تکو میخوره روی بی کله مثل درابیش، خاک خلاف فرو میره توی چش قوانی. جهت ما همیشه برخلاف جریانه، میگی دنبالمونی ولی فکر فراری. خوب این دومیش بود، بذار بریم بعدیش هم ببینیم که بال بود. اینم بال میگم که یه جوری خیلی پیچیده بود، کلن شعری که نوشته بود از نظر دستور ادبیاتی خیلی پیچیده بود. بذارید من بیارم ایناش بالاست، اسم آهنگ بالاست. این هم 2:19:20 کاورش هم یه چشمه، لوگوی ملتفت همون بالاست. این چیه دوره چشم؟ من انگار احساس میکنم مثلا ساختمون و خونه و یه همچین چیزایی باشه. اینم هم که خب چش چیز دیگه، اینجوری که همه میدونیم. اوکی بریم سراغش. فدایی بالاست. چش داره بیتا میکنه لفظام، نگاه تا اینه گفت تک برو جلو جریان به صد باشه. این اون فدایی همیشگیه، فلوی فدایی همیشگی. اون یکیش خیلی شلکس و باحال بود. چش داره بیتا میکنه لفظام، نگاه تا اینه گفت تک برو جلو جریان به صد باشه. ایام میکنم کفشام میخواک، عادت داره گرد به تومه قصام بشام، نه آویزون خونه واده نست. عادت داره گرگ به تومه قصد ایام میکنم کفشام میخواک، عادت داره گرگ به تومه قصاب بشام، عادت داره گرگ به تومه قصاب بشام. نه آویزون خونواده نه سروار خدا، رک کن نشدیم با شلوار گشاد تو دست امت. نه آویزون خونواده نه سروار خدا، رک کن نشدیم با شلوار
نه آویزون خونواده نه سروار خدا رب کن نشدیم با شلوار گشاد، از این بگی خونا نبودیم. آویزون با تلاش خودمون اومدیم بالا. گشاد تو دست امت شلاق دوما، به تا دینو میزدیم به زخمای گلا، کارت فرو نمیره تو قلب بشم. نه آویزون خونواده نه سروار خدا رب کن نشدیم با شلوار گشاد، تو دست امت شلاق دوما، به تا دینو میزدیم به زخمای گلا، کارت فرو نمیره تو قلب سنگی، اهل جنگیم ما رو با اینا نکنی دست بندی. قلب ما از سنگ، هرچی هم بزنی کارت توش نمیره. کارت فرو نمیره تو قلب سنگی، اهل جنگیم ما رو با اینا نکنی دست بندی. تشمل کل موته و برگ ترخیص، میریم بالا دند سنگ بیتامو میخوره رو در پاسگاه، رسیده به استخون خنه کاردا. آره دیگه، روی این لفظشونو که اون موقع انقلاب زن زندگی آزادی شده بود، لفظشون رو همه جا می نوشتن رو پاسگاه و عکسشون. این فیلم کنم منظورش همونه، بیتامو میخوره سر پاسگاه، حالا دند سنگ بیتامو میخوره رو در پاسگاه، رسیده به استخون خنه کاردا. تلخی خیابون و کف آسفالت میچشی و شیرینی قصه رو ته داستان، ساکت آخه زیاده ادب مرده، کف عموم افتاده جسد لختش، رسیده به استخون خنه کاردا. تلخی خیابون و کف آسفالت میچشی و شیرینی قصه رو ته داستان، ساکت آخه زیاده ادب مرده، ساکت آخه زیاد ادب مرده. اون که دیگه زنده نیست بخواد بی ادبی. آسفالت میچشی و شیرینی قصه رو ته داستان، ساکت آخه زیاده ادب مرده، کف عموم افتاده جسد لختش، گزارش پاسپورت میگه تمیز کشتنش، قافیه ها اثر جرمه، ندیدی که جنگل و توی چش برف، شعرامو مشعل پاره میشه دل شب، شما عمل صالح با گناه کبیره، ملتفت سر بلنده مثل سر ملتفت تو اثر جرمه، ندیدی که جنگل و توی چش برف، شعرامو مشعل پاره میشه دل شب، شما عمل صالح با گناه کبیره، ملتفت سر بلنده مثل سر ملتفت سر بلنده مثل سر. من فکر میکنم بچه های ملتفت میخوان این لیبل ملتفت به عنوان یه مکتب جاش بندازن، اینجوری فکر میکنم، میدونی، به عنوان مثلا یه مکتب مثلا مبارزه، میکنم یه همچین هدفی دارن. ملتفت تو کرمه، بالاس قیمت تو تو گرمش، بالاس مثل ماه تو دل تاریک شهر، بالاس از بالا تا پایین شهر باماس، ملتفت تو کرمه، بالاس قیمت تو تو گرمش، بالاس مثل ماه تو دل تاریک شهر، بالاس از بالا تا پایین شهر باماس. راهمون راه حق و عدله، فهمیدن اشکار نسل بعد، همه سوار هم میشن و چرن میگن، الان نفع و فایده یعنی نفهمیدن، بالا تو پایین شهر باماس. راهمون راه حق و عدله، فهمیدن اشکار نسل حق و عدل، اسم کارهای خود بعد، همه سوار هم میشن و چرن میگن، الان نفع و فایده یعنی نفهمیدن. این الان این حرفا رو چی؟ نسل بعد، همه سوار هم میشن و چرن میگن، الان نفع و فایده یعنی نفهمیدن. فدای کلی الف تسخیر، دیگه تابلو شده نداره تهدید تأثیر، مشکل دارم با قوانین الهی، همیشه مستقل افراطی جنایی، همونی که واسه مشکل دارم با قوانین الهی. ما توی آهنگ تیزت فهمیدیم، فکر میکنم اول باید اینو گوش میدادیم بعد میرفتیم اونو گوش میدادیم بلندتر، رو فهمیدیم دیگه، تو آهنگ بلندترت فهمیدیم خیلی مشکل داری با معجزه موسی و با همه چی دیگه، کلن مشکل داری. مشکل دارم با قوانین الهی، همیشه مستقل افراطی جنایی، همونی که با صرفی کردن میزدن و به بطخ و ملتفید سردرد میدم، خبرم و شیطون خدا میگیره، دیگه رو پل سرات داشت تک چرخ میزد، جیگر دارم شیشتی پل سرات داشت تک چرخ میزد به یه برش هم نی، خبرم و شیطون خدا میگیره، دیگه رو پل سرات داشت تک چرخ میزد، جیگر دارم شیش سیخ گربه به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف ملتفه تکمی و تیم شید، یخو میندازم تو ویسکی، خون سردنگا بزرگ شدم سیبری، سقف کلاس پاره میشد همیشه. من فکر میکنم اینو باید اول گوش میدادیم بعد بلندتر رو، تو میگه یخو مینداختم تو ویسکی، یعنی مثلا کلن بالا، دقیقا همون حالتی که ترک بلندتر رو خونی، خیلی چیل و آروم و خیلی ریلک،
بندازم تو ویسکی، خون سرد انگار بزرگ شدم سیبری، سقف کلاس پاره میشد همیشه. چی؟ دیگر دارم شیش سیخ گربه به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف ملتف تکمی و تیم شید، یخو میندازم تو ویسکی، خون سرد انگار بزرگ شدم سیبری. خون سرد انگار بزرگ شدم سیبری. سقف کلاس پاره میشد همیشه، چرا دایره میکشه خط کش ما، باشه خنده برا پیش اهل دلا، پادشاهی میکنه یه بچه گدا، آویزون نمیمونه خفاش پیر، آهو که نمیدوه دنبال شیر، نگه نمیداره پنج برجا رو میخست کلی، فکر میکنی که میگیره دنیا رو چین. ملتفت نوک هرمه بالاست قیمت صوت و گرمش بالاست، بس ملتفت نوک هرمه بالاست قیمت صوت و گرمش، گیر دنیا رو چین. ملتفت تو کرمه بالاست قیمت صوت و گرمش، قیمت صوت و گرمش بالاست، مثل ماه تو دل تاریک شب بالاست، از بالا تا پایین شهر باماست. ملتفت تو کرمه بالاست قیمت صوت و گرمش بالاست، مثل ماه تو دل تاریک شب بالاست، از بالا تا پایین شهر باماست. تموم خفن قوی باحال، سه تا کار توپ اعتراضی بود دیگه، اجتماعی اعتراضی، حالا هرچی که اسمشو میذارید، ولی دیسی نبود توش. البته توی این آهنگ الان گوش دادیم بالاست، اینم خلاصه اومد یه چیزی کرد دیگه، حالا یه چی میگن، یه شاخشونهی کشید، یه کلکلی کرد، ملتفت بالاست و نوکرم و اینا، ولی حالا اونجوری دیسه چیزی نبود که همه منتظر بودیم فدایی با دیسترک بیاد، نبود، نمیاد، فکر نمیکنم مثلا بیاد مثلا توجه کنه، حالا پوری بیاد نمیدونم بزنتش، نمیدونم هی به پوری بیاد بگه او فدایی تو خودت بیا و فلان و اینا، نه مثلا بعد اینو بیخیال شیم کلن، ولی باحال بود دیگه. سه تا ترک دادن، امیدواریم که پرکارتر بشن دوباره، ببینیم حالا این داستان بیف و بیفازیشون به کجا میرسه. حالا فعلا که پوری احتمالاً الان سرگرم آلبومش، آلبومو تازه داده، سه تا دیسترک براش اومد، حالا باید ببینیم چه جوابی میده، آیا جواب میده، آیا باید دید. آقا دمتون گرم، خیلی مخلصم، ممنون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید، مواظب خودتون باشید، لطفاً حتما کانالم ساب کنید، ویدیو رو دوست داشتید لایکم بکنید، چاکرم، شب و روز بر شما خوش، فعلاً.